Zim 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 zim. Gece ki abru ne şekeş dumas. Çekundam afsus mal merdum as. Gece ki abru ne şekeş dumas. Çekundam afsus mal merdum as. Zim 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 zim. Tu çeşmune xumaret ra ke dare. تو ابروی دم امارت که داره بگردم شهر به شهر کوچه به کوچه بپرسم اختیارت را که داره کجکی کجکی زم 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 البته این لحظه ایسته کنید. این نغمه که خوانده شد به درخواست آی بهزاد بود برای دلداده اول و وسط آخرشون. سارا خانم تشریف باید هم باید هر دو دوشن. آفرین. آلی لی بودش. اونجوری هم که فکر میکردم خیلی ضایع نمیخونی. دست شما هم درد نکنی. انتخاب آهنگت حرف نداشت. با مفهوم زیبا. خواهش میکنم آقا جون. خواهش میکنم. ولی اگه به خود من میگفتی بهتر میخوندم. وا... البته یک لحظه به ایسته بکنید. جسارت نباشد ها. اما اگر دلیل بر خواندن باشد بر قرمابه من دو خودم از آقا عبی هم بهتر خواندم ای کنم. میخندی؟ اگه اون حموم نبود که حالا از قبل پاسد شدنش همه تون به نونو نبایی نمیرسیدی. ای بابا آقا جون ول کنید این حرفا رو. فقط همین آقا دوما مثلا اولین سالگرد ازدواجتونه. به خدا همین که بهزاد تو این یک سال کنار من بوده برای من کافیه. اختیار دارید خانم این حرفا چیه؟ ارزش شما تو دل ما خیلی بزرگتر از این حرفاست. مثلا چقدر بزرگتر؟ اینقدر بزرگ که جا نشد بیارمش تو این خونه. مجبور شدم بذارمش توی حیات. ای خدا جون همینه که دوست داشتم. بهزاد عاشقتم. به نظر من رنگش خیلی دلگیره. من حالا فکر میکردم اون کادو باز نشده مال بهزاده. نه بابا جون مای دایی شهرامه. اون حلالزاده است داییه. الو دایی. الو بهزاد دایی کجایی؟ آره کاشی یه ناهار دوره همی روز جمعه هم از دهن ما انداختی ها. تو برسو این زبون نفهم ها زدن بیرون. هر کدومشون هم دارن یه بر میرن. من گرفتار شدم بزار. برسو خودتو نگاه کن بیبره. در مادر بگه سر جاد. برسو خودتو برسونم. خانوم آقایون به عرض شرمندگی یه مشکلی پیش اومد. اگه دیر به جمعه کل پرورشگاه رو هواست. بدو ظاهر که همه چیز ریخته به هم. خب این دایی شهرهای ما که خودشون تشریف نبرده. لاغای کادو رو باز کن ببینیم خیلی سرش چی فرستاده. از من دوباره چشم بازار رو کور کرده. آخه دختر از سلیقه یه مرد عزب چه توقعیه؟ همه مثل من نیستن که ترابل بدن. تو کادو به این بزرگی این چیه دیگه؟ خدا همه سر ماما. به نظر من که یک پیغام کاملا سم بوده که چیه؟ اتفاقا برخلاف انتظاری که از دایی شهرام میره به نظر من هدیه بسیار خوب و هوشمندانه ایه. چه این نشوندنده مسیری که شما باید تو سال دوم زندگیتون برید. حتما منظورش از موشه اولادشونه. ای بابا شما همه چیو فلسفیش میکنید. شاید هم میخواد موش بدونه. Thank you.
گرفتاری شدیم ما. چی نیست بگی آخه خاک تو سر، گاف چشم بود زدی تو کار شترمو. گاف خیلی همت بکنه اینجا بلند میشه دو متر میشینه اونورتر 20 ساعت این گاف زول میزنه تو چشات، هیچ ضرری هم نداره. این بیشورا رو میگی بالا چشتون ابروه، این فشنگر میرن بالا کو، من میشه گرفتشون. حالا نه اینکه تو یه سال کم به مو سود رسوندن دایی جون، سود رسونده باشم من وقتی داره جونم میره پول به چه دردم میخوره؟ ظاهر این همه پول میگیری، این همه هوایی تو رو دارم، در رو از چیبا میذاری؟ من چجوری اینا رو بگیرم ایشون؟ من چکار کنم؟ خودشون میت برم با همه جوشون میزنن در وای میکنن دیگه. کارگره ما رو سارا جان سارا 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 چیزی راه ننداختی؟ آخه رشته ما بیزنسش کجا؟ نمیده من سنگینه. داداشت علی چی کار میکنه؟ علی خوبه. هنوز این کنه تو مهمونی ها بهت میچسبه؟ نه جریان دیگه با خودش میپره. بودو ماهرخ با مگه تو کل دانشکده چند تا ماهرخ داشتی؟ یکی دوتا نبودن که، ماهرخ سبایی، ماهرخ کمالی، کدومشون؟ خوشم باشه. آمار کل دخترای دانشگاه داشتی نه؟ نه خدایش جدا از شوخی، کدوم یکیشون؟ بابا جون همون که بهش میگفتی مارخ دماغ دیگه. چی شد؟ یه چی بابا سوختم. میگفت تازه از امریکا برگشته. باریکلا مارخ دماغ. راستی فردا صبح خواستی بری بیرون یه خورده پول واسه من بذار. میخوام با علی و ماهرخ برم بیرون. مگه قرار نشد فردا بریم سند ماشین رو من بزنم به نامت؟ حالا چه عجله‌ایه؟ باشه واسه بعد. خاک عالم تو اون سرت کنه. اسم خودتو گوشی مرد. با این قد و هیکل در پس 5 تا ضعیفه بر نمیای. بیشور. تو فکر کردی من واسه چی آوردمت اینجا؟ بخوری و بخوابی و هیچ غلطی هم نکنی. بدبخت. همه خداشون توی همچین محیطی باشن. اون وقت تو الان چند روزه هیچ کدوم این ضعیفا یه دونه تخم نذاشتن. بابا خودت نمیگیم بدبختم هزینه کرده، پول خورد و خوراک منو داده، پول جای منو داده. یه نگاه بهشون بنداز، تحویلشون بگیر. پیری افتادیم، برو. این نره رو میکنیشون تو واسه عملیات منکوب. حواستم جمع میکنی تا کارش هم انجام نداده بیرون نمیاد. چشم بودو فرمان پارتی. خب پس حسابی شانس آورده. آره خدا رو شکر بعض به استاد یهو از این رو برمون روشید. یادته که قبلا به استاد اصلا مال این حرفا نبود. اون موقع که اومد خواستگاری سارا، هم من هم بابا هم مامان گفتیم بدبختی سارا دیگه قطعیه. خب دیگه درست همین جاست علی جان، فرق دختر با دختر معلوم میشه. من یادم همون موقع من اون دوستای شاسکولتر از خودم تو دانشگاه همش دنبال لافتره کندن و یه شازدی بیاد کلاس سی داشته باشه، ولی سارا زرنگ
همون وقتش چند واحد گوهرشناسی پاس. اوهو بابا کی میره این همه راه؟ اسارت از نظر تو ازدواج یعنی اسیری؟ حتی بدتر. بابا آدم بالاخره تو اسیری حداقل میدونه کی قراره آزاد بشه، نه؟ ولی من هیچ احتیاجی به آزادی ندارم. ای از این تریپا که الانم به حد کافی آزادم. آره واقعا همینطور، چه باور نمی‌کنی. گم شو زهر مرو، باور نمی‌کنی. واسه همینه بیخیال آرزوات شدی گندای تو زندگی؟ بیخیال نشدم. ولی تو این مقطع فکر می‌کنم اینجوری خیلی خوشبخت‌تر. کاش اول یه چند روز اونجا زندگی می‌کردی بعد این حرفا رو می‌زدی. آخه هپی بودن تو ایران اصلا مفهوم داره. اگه اونجا بودی چی می‌گفتی؟ می‌بردنت برای مدلینگ، پیشنهاد بهت می‌دادن. راست میگه به خدا. فکرشو بکن. USA پایتخت دنیا، نیویورک، لس آنجلس. ابرو به من کج نکن، کج گل خان یارم. پشت دیوار دلم یک صدای مهمت. ببخشی من فکر کردم اینجا امریکا. اصلا من یه سوال دارم. بگو. یعنی تمام ایرونیایی که اونور زندگی میکنن همشون خوشبختن؟ هیچ مشکلی ندارن؟ دشواری؟ خیلی هم عالی. دشواری چیه؟ مشکل فقط آب؟ بابا چه مشکلی؟ چه میدونم آخه همه میگن اونجا. همه غلط میکنن. گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده. آخه اینش برای من جالبه. اولین کسی که انداخت تو مخ من برم امریکا خود ایشون بود. یادته؟ نبودی تو؟ اون وقت علی من به حد کافی خوشبختم. هرس میده. آخه من اون موقع خیلی فکراتو سرم بود. میخواستم برم شه خاله، برم آره، کار آدمه، کار کنی، پول در بیاری. اما بابام نمیذاشت. اوکی، پس چی شد؟ نه سارا چی شد؟ چرا میگی من الان فریم، من آزادم؟ البته آزاد آزاد که نه. لابد پول جیجی میشم از شوهره میگیره. بله، چون بهزاد دوست نداره من برم سر کار. ببخشید. اوکی شوهرشو دیگه دوست نداره کار. سارا تو 16 سال تمام درس خوندی، مدرک لیسانس گرفتی. همه کامان بذار گذابشو بخور. I don't understand. نمیفهم واقعا که I don't know. مهتاب خلر یادته؟ اسکولش میکردی؟ همون که تو المپیاد هفتم شد. بله همون سالی که جنوبالی نفر سوم شدی. میدونی الان کجاست؟ من بگم؟ USA. میدونی الان چی کار است؟ من بگم؟ تو بخش جراحی خانم تو ماساچوست. مرز میخندی؟ اون الان رئیس بخش جراحی درجه که بین المللیه. نمیدونی فقط بیا ببین دکو پوزشو. ما تو گوشه خونه نشستی؟ رخ میشوری؟ البته با ماشین لباس شویی. جارو میکنی؟ البته با جارو برقی. غذا میپزی؟ البته با مایکروفر. دیوونه. دختر تو باید پروفسور کامپیوتر میشدی. البته یک استیو جابز مهندس. واقعا که اینه یه بار دیگه هم گفته بودی. تو هنوزم کنه ای؟ سارا جان عزیزم همین بغل آگرده یه همینه؟ آره دیگه واسه فروختن همین 20 ساب مونده اومدم اینجا دیگه. اینم شد وبال گردن ما. عجب امارتیه. منزل خودتونه قربان. تو رو خدا این چند روزی که ایرانی بیشتر وقت بذار همدیگه رو ببینیم. اوکی حتما. سارا تو هم با خودت هم با شوهرت بشین ببین واقعا چند چندی. اگه به نتیجه رسیدی که احتیاج به یک تغییر داری من هستم. وکیلم سراغ دارم. چند روزه گرین کارت آمریکا رو میذاره کف دستت. تموم شده رفت. چی خواسته بود ازم؟ عکسشو بذارم رو صفحه؟ راضی به زحمت شما نبودیم. تا جایی که من یادمه ماهرخ دماغ اینا پولدار نبودن. مگه وضع خودت این 3 سال پیشه؟ حالا نگفت چرا بعد ترم آخر یهو غیبش زد؟ چه میدونم میگه یهو به سرش زده که آدم این مملکت نیست و جای دیگه باید دنبال سرنوشتش بگرده. اوه اون که تا روز آخر دانشگاه تا کرج هم نرفته بود. اون وقت چجوری یهو حس کرد مال اینجا نیست با اون دماغش؟ حالا هر کی هم که بوده عوضش الان حسابی خوشبخته. تازه انقدر دماغ نکن. داده دماغشو تراشیدن عین عروسک. اینجوری نمیشه.
ببین اخبی، دیگه یواش یواش کلاهم میره تو کلاه همه. هر موجودی تو این دنیا یه وظیفه‌ای داره عزیزم. شما طبق آمار همه جای دنیا باید حداقل روزی یک بار با یکی این شترمرغایی که خانومتون هستن تشریف ببرین داخل اون اتاقی که ما براتون درست کردیم. روزی یه دونه تخم مرغ به ما بدی، تخم شترمرغ، تخم تو لنده هو که ما هم تولیدیمون به چرخه، یه خوره پول در بیاری. شما اگه روزی یه تخم ما بدی میکنه به عبارتی هفته این هفته تخمی الان ندادی، الان یک ماه حق عد و عیال به جا نیوردی. بابا یکی اینا رو ببین، نفقهشو که ما داریم میدیم، جاشو که ما میدیم، اتاقشو که ما میدیم. خب اون وقت تو جای من بودی چی کار میکردی؟ من نمیکشتی کشتم اومدی به یکی، پرم اومدی به یکی. آخه بی پدر مادر، من بزنم اون کله درازه تو گردن تو قطع کنم. آخه حمال ما باید نون بخوریم دیگه. خب بابا اینا که نمیتونن از هوا تخم بذارن، باید یکی باشون بلاخره. عجب گیری افتادی ارباب. من گویم گلاب برویت، نکند این والد مرده سردیش کرده باشد. من گویم که اگر بشود این سمنبوک را از همین الان ببندیمش به گرمی. یعنی پسته، زنجبیل، گردوه. آنو من وایسم یا برم؟ صبر کن برمیگه. بیامون این داستان ها نداشتی زاهه. آه یا ببینم. سلام. سلام خانم. حالت خوبه؟ خوبی؟ ببخشید من با صاحب اینجا کار داشتم. بفرمایید، امری هست در خدمتم. به من گفته بودن که صاحب اینجا یک آقای 31 دو ساله تقریبا. آه اون شریکمه، فقط سه دنگش مال اونه، بقیهش مال خودمه. بله، یه همچین حالتایی. قربان ببخشین، حالا خودشون تشریف ندارن؟ خودش نیست، سوالی هست در خدمتم. آقای شهرام هستم، شهپره. All of Dove in the city love me. احیانا شما قصد فروش اینجا رو ندارین؟ قصد فروش اینجا رو چه؟ نداشتیم، ولی اگه مشتری شما باشی میفروشمش. مشتری هستیم قربان، مشتری هستیم. البته با همه این جک جونه براش میخوام. و جک جونه براش روشه؟ اه؟ بله. مثلا همین یه دونه چند؟ این ظاهره کارگرمونه خانم، زنم داره. اینو نگفتم، اونو گفتم. اونو اصلا بی بخاره خانم، به درد شما نمیخوره. یه سری کارهای عقب مونده هم داره باید انجام بده. شما تشریف ببرین داخل، خوباش اونجا هستن، من نشونتون میدم. بفرمایید. منتظرتم. آقا این نره رو برش دار ببر، همون کارهایی که گفتی روش انجام بده. گرمیجات؟ آره آره، آفرین. بودو باش، من کوبش کن. من واقعا متوجه نمیشم آقای. عرض کردم پیروز، مهیار پیروز. بله جناب پیروز، این پرونده‌ای که شما در مورد صحبت میکنید حداقل مال دو سال قبله. منم تازگی ها هیچ اقدامی روش انجام ندادم. شما کاملا حق دارین، اما اگه شما یک فرصت 10 دقیقه‌ای به من بدین همه چیز رو براتون واضح و شفاف توضیح میدم. نمیدونم والا، راستش من در مورد این موضوع هیچی به همسرم نگفتم. خب فعلا هم قرار نیست کسی متوجه چیزی بشه. به هر حال من نمیتونم همسرم رو بیخبر از ملاقات خودم با شما بذارم. اشکالی نداره، هر جور میل شماست. در هر صورت من در خدمتم. شهرام خان با این حساب کلی سرمایه اینجا خوابیده. شما دستور بفرمایید، 4 تا سندم میذارم روش میدم خدمتتون. خیلی ممنون، لطف دارین. به جون مادرم تعارف نمیکنم، راست میگم. میدونم، مشخصه از چهره باوقارتون معلومه اهل دروغ نیستین. شما محبت دارید. فقط یه محبتی کنید نظرتون رو بگید. راجب چی؟ راجب همین معامله که خودتون تشریف آوردین گفتین دیگه. خب من به یک جنبندی برسم، حتما باهاتون تماس میگیرم. باشه قربان شما، فقط یه کاری کنین، یه شماره تلفنی، فیسبوکی، چیزی به من بدین که من قسمت باشه حتما هم دیگه رو میبینیم یه جورایی. پس محبت کنین اسمتون رو بگین، من خودم سرچ میکنم. شما عزیزم میتونی پریا سرچم کنین. پریا خانم بسیار قربان شما. ببینم خوشحال شدم قربان شما. متاسفانه چون هنوز نقاشی دفترم تموم نشده و احساس کردم که ممکنه ریخت و پاش اونجا باعث خجالت زدگی من در مقابل شما بشه، ترجیح دادم که شما رو اینجا ملاقات کنم.
خواهش میکنم، فقط سریعتر بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که دیروز که خانم ماهرخ مشرقی زاده با من تماس گرفت و یه سری به دفاتر مرحوم عبوی زدم، متوجه شدم که پرونده کار مهاجرت شما جز اون دست پرونده هایی بوده که مراحل پایانی خودش رو طی می‌کرده. ولی خب متاسفانه. بله خدا رحمتشون کنه. بله متاسفانه عمر پدر کفاف نداد تا این پرونده رو تکمیلش بکنه. یعنی شما معتقدین که این پرونده رو میشه دوباره به جریان انداخت؟ راستش رو بخواین اصلا دست من و شما نیست. همین الانش هم پرونده شما توی جریانه. دیروز که با رابطمون توی امریکا صحبت میکردم، ایشون به من اطلاع داد که کار مهاجرتتون و همچنین گرین کارتتون تمومه. تمومه؟ گرین کارتتون، اجازه کار، تمام بیمه‌نامه هاتون همش صادر شده و توی اداره مهاجرت امریکاست. مگه میشه؟ طبق آخرین صحبتی که با پدر مرحومتون داشتم به من گفتن حتی در مورد این موضوع فکرم نکنم. ایداد بیداد. میبینی خانم؟ تفاوت وکلای قدیم با جدید دقیقاً همینه. وکلای قدیم تا یه کاری رو تمومش نمی‌کردن، به موکلاشون نمی‌گفتن تا هوایی نشن. یعنی شما معتقدین که پرونده من حله؟ کاملا. فقط میمونه واریز قصه آخر که دلار 200 تومن میشه. مشکلی نیست، فقط اگه اجازه بدین یه چند روز طول میکشه. چند روز مشکلی نداره، ولی چندین روز نشه. همونطوری که میدونی قوانین مهاجرت روز به روز عوض میشه. حتما. من اگه جای تو بودم امشب سر شام همه چیو بهش میگفتم. آخه ماجرا اینه که بهزاد اصولا ایرانو دوست داره، به هیچ عنوان حاضر نیست ایرانو ترک کنه. خب نکنه، مگه دوم تو وصله به دوم بهزاد؟ ناسلامتی زن و شوهری ما. خب باشین، این همه زن و شوهر، یکی اون سر دنیا زندگی میکنه، یکی این سر دنیا زندگی میکنه، این آدم چه حرفیه که میزنی؟ آخه بهزاد بذاره من تنهایی بلنشم برم امریکا؟ بابا شوهرته، صاحبت که نیست، سارا خجالت بکش. حالا بهزادم یا قبول میکنه یا چه میدونم یا چی؟ همه زنها این وقتا چی کار میکنم؟ یعنی تو میگی من دستی دستی خودم بدبخت کنم؟ اسم طلاقو بیارم اولین نفری که سرمو میبره بابامه. وایسا همینجا چهار تا شکم بذار، قشنگ شیک عیونی بچه ها تو بزرگ کن. سارا جون دیگه آمریکا گفتن چیه؟ آمریکا رفتن که کار هر کسی نیست عزیز دلم. جنم میخواد، یه کاراکتر خاص میخواد که تو داری. حالا مهمم نیست. آمریکا؟ آمریکا واسه چی؟ واسه زندگی. زندگی؟ فکر کنم این جمله رو قبلا از زبون یه نفر دیگه هم شنیدم. شما لطفا فقط غذاتون رو بخورید. درست شنیدی. دوست دارم با هم دیگه بریم امریکا برای زندگی. خب عزیزم مگه ما داریم الان اینجا مردگی میکنیم؟ ده همینه دیگه. تو عادت کردی فقط نوک بینی تو ببینی. فکر کردی همه چی همینجوری میمونه؟ اگه فکر من نیستی فکر بچه‌هات باش که قراره تو این شهر پر از دود و آلودگی و نویز مخرب ماهواره‌های کوفتی بزرگ بشن. اصلا تقصیر منه که دوممو به دوم تو گره زد. ببینم معنی این جمله آخری که گفتی یعنی چی؟ پرسیدم منظورت از این جمله آخری که گفتی یعنی چی؟ معنیش همینی بود که شنیدی. یا با من میای امریکا یا هم که یا این که چی؟ یا چی؟ به یاش نرسی بهتره. این دختر رب بچگیش ده هم بیم. ای قشنگ تر از پری یا تنها تو کوچه نری یا بچه های محل دزدن عشق منو می دزدن عشق منو می دزدن. ای قشنگ تر از پری یا تنها تو کوچه نری یا بچه های محل دزدن. آقا بایزا خانه خراب شدی، بدبخ شدی، دایی شهرام نزاره کن، سرخوش گشتی. یعنی چی؟ یعنی عاشق شده؟ به گمانم سرخوش گشته، نگاه سوسو گدازش را نگاه کن. اینقدر سرخوش گشته که خمودگی را به قول خودش منکوب کرده. اینقدر منکوب کرده وسیله کار ما را گرفته ای پزنایی میده. بچه های محل دزدن، عشق منو میدزدن، عشق منو میدزدن. عاشق کی شده؟ یک خانمی هست به اسم پریا خانم، به چشم خواهری پنجه آفتاب است. مطمئن باش که اگه دایی شهرام زودتر پاپیش نمیشد بندان رو به عنوان زوجین اختیار میکردم. یعنی تو به همین زودی آویز خانم رو یادت رفت؟ نه آقا، مگر میشود آویز خانم رو از خاطر زدود؟ گفتم که تا وقتی که در این خراب شده هستم شاید برای رفع کوتی و روز نبادا
من برم آب بیام. بیا قانون دنیا همینه دیگه سارا جون، هر چیزی رو که میخوای به دست بیاری باید یه چیز دیگه رو از دست بدی. میخوای لاغر میشی سارا جون چند وقت باید گشنگی بکشی، میخوای پولدار بشی باید یه چند وقت این سگ کار کن، میخوای استایل رفاه قبول کن که سخته. بله سخته، کل زندگی سخته عزیز دلم. آخ مردم. سلام آقای پیروز. سلام خانم. پارسال دوست امسال آشنا. پس چی شد؟ آره بو سریعتر جواب بدین. جناب پیروز من فکر میکنم همین چند روز پیش بود من شما رو دیدم. بهتونم گفتم یه چند روزی به من فرصت بدین من بهتون زنگ میزنم. بله فرمودین. اما منم که خدمتتون عرض کردم. قوانین داره روز به روز تغییر میکنه. بله. ولی فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها اینقدر بیکار باشن که صبح به صبح قوانینشون رو تغییر بدن. اما بازم چشم. فقط از این به بعد اجازه بدین من فقط به شما زنگ بزنم. فعلا. سارا وکیل راست میگه ها. اینا هر روز خدا یه قانون جدید از خودشون در میارن. من میدونم. آخه پولم کجا بود؟ اونم 200 میلیون. با. پس اون ماشین چیه؟ آقا من نمیدونم این چند روزه چه شده. اصلا انگار هوایی شده این آدم. دیشب پاشو کرده توی کفش که الا بلا باید بریم امریکا. امریکا که خوبه. برو هم فال هم تماشا. تگزاس، آریزونا، لاس وگاس. اونجا که رسیدی یه سرم حتما برو سان فرانسیسکو. این کارو زندگیمو اینجا ول کنم برم اونجا که چی بشه؟ آخه اینجا رو چی کار کنیم؟ اینجا رو میفروشیم. کاری نداره که. تو سهم خودتو برمی‌داری منم سهم خودمو. اتفاقا از دست این زبون نفهمای بی تخمم راحت میشیم. بفروشین به همین راحتی. به همین راحتی. ببینم دایی این پیشنهادی که دادی احتمالا ربطی به اومدن اون خانم دیروزیه که نداره. نه کدوم خانم دیروزیه؟ همونی که توی 60 ثانیه مخت زد. مخ منو زد؟ من خودم متخصص منکوب کردن مخ خانمام. آقا رو شما خیلی بیجا کردی. مگه این خونه صاحب نداره؟ مگه خودت نگفتی مال منه؟ معلومه که مال توه. اما آخه واسه چی میخوای بفروشیش؟ دیوانه. من اونو با هزار ذوق و شوق واسه سالگرد ازدواجمون برات خریدم. به پولش احتیاج دارم. میخوام باهاش آینده‌مو بسازم. میفهمی؟ من نمیتونم مثل تو بشینم و تمام فرصتامو بسوزونم. حالا یا با من میای یا خودم تنهایی میرم. تو خیلی غلط میکنی پاتو بدون اجازه من از این خونه بذاری بیرون. باشه. اشکال نداره. پس بچرخ تا بچرخیم. کارای اقامت من درست شده. در ضمن همین فردا صبح میرم مهرم و میذارم اجرا. همش تقصیر خودته. از بس که لیلی به لالاش گذاشتی. قدیم‌ها یه چیزی وجود داشت به اسم غیرت. زن غلط میکرد که یه شب بیرون از خونه شوهر بخوابه. شما اجازه بدید ما خود مشکلمون رو حل میکنیم. نوید به حال بیاد بابا. شما اگه خودتون این کاری بودی که نمیذاشتید کار به اینجا بکشه. به خدا اگه من جای شما بودم همین الان با مشت و لگت کار میذاشتم میبردم سر خونه زندگی. آقا جون. آقا جون زر و مار. آقا جون دست شما درد نکنه ولی خب اگه اجازه بدیم ما خودمون با گفتگو حلش میکنیم. بابا دلت خوشه. مگه مذاکرات هسته‌ایه بخواد با گفتگو حل بشه. تو بافت نزد. اگه دو تا چک بزنی زیر گوشش تا قله کوه قاف هم باید بیاد. دختری احمق خوشی زده زیرش. اگه مجبور بود عین من بعد از 30 سال هم بود داری باشه مردمو کیسه بکشه دیگه این غرتی بازی رو در نمی آوره. باور بفرمایید از لحظه‌ای که شما رو دیدم منکوب شما شدم. منکوب؟ آها. اوه چقدر خوب. آخه من فکر کردم فقط این منم که همچین حسی دارم. جدی می‌فرمایید؟ یعنی شما منکوب من شدین؟ منکوب منکوب که نه ولی خب نمیدونم یه حسی درونمه که منکوبه. پر دلشوره شدم. پر تشویش. بچه شعری. ببینین انسان همه تغییراتش رو از درون شروع میکنه و از درون احساس میکنه. ببینین مثلا شما وقتی معدتون از درون درد میگیره از بیرون میگین آخ معدم. بعد دو تا راینتیدین بخورین خوب میشه. او مای راینتیدین. سلام
اصلا فکر کن من الان اومدم به حرفای تو گوش بدم. خب الان به من بگو ببینم دقیقا مشکلت با این زندگیمون چیه؟ مشکل من اینه که از خودم استقلال ندارم. این همه سال درس خوندم اما هیچ استفاده ازش نمی کنم. شدم یه زن خونه دار. این مامانم، این خاله هام، این خانجون خدا بیامرزم. هیچ فرقی باهاشون نمی کنم. فقط دلم خوشه شوهرم دستش به دهنش میرسه، یه خونه و یه ماشین آنچنانی زیر پای من گذاشته. اما عوضش صبح به صبح این گداها دستم جلوش درازه که چند دقیقه از کف دست من بذاره. آمریکا که سهل خانم، من رو شاخ آفریقا هم حاضرم باهات زندگی کنم. جدی میگی عزیزم؟ بله جدی جدی میگی؟ آره. به به آخه چلی گریه میکنی؟ ناراحتت کردم؟ نه یکم فقط احساساتی شدم. آخه میدونی من اردیبهشتیم، به خاطر همین اصلا باورم نمیشه تو تمام عمرم هیچکس اندازه تو با من مهربون نبود، هیچکس به اندازه تو به من اهمیت نداد، حتی شاخ آفریقا. حتی شاخ آفریقا اصلا اونو ولش کن، اگه دردمون نیاد رو شاخ جوزدم باهات زندگی میکنم. عالی، دوست دارم، هر جا با تو باشم دوست دارم. باش. زبون پس اینجوری که من الان فهمیدم مشکل مسئله کار کردن توه، درسته؟ خیلی خوب، من تا امروز با کار کردن تو موافق نبودم اما از الان به بعد هستم، اتفاقا حمایتتم میکنم. اصلا میخوای از همین فردا بیا بری یه شرکت واسه خودت بزن، سرمایه‌شم از من. اگه واسه رشته ما توی مملکت کار بود الان شغل ما پرورش شترمرغ نبود. تو واقعا فکر میکنی با رفتنمون به امریکا همه یه مشکلات ما حل میشه؟ داخل اگه اونا دلشون واسه همسال من و تو میسوخ که الان. به هر حال حرف اول و آخر من همینه، یا با من میای یا خودتو واسه طلاق آماده. بیا بریم به مزار مالا مهمه جان، مثل گل لاله زار مالا مهمه جان، مثل گل لاله زار مالا مهمه جان. بیا بریم به مزار مالا مهمه جان. خیلی غلط میکنه رضایت نده، من خودم راضیش میکنم، خیالت راحت باشه بابا جون. اصلا به کی چه ربطی داره؟ من دوست دارم سه دنگ از مالمو بکنم به نام عشقم. مشکلیه آقا؟ مشکلیه بزشته. ای خدا شکرت بشی. اصلا باورم نمیشه، یعنی تو همون کسی هستی که من همیشه میخواستم، مهربون، با جذبه، با شخصیت، پولدار. وای خدای من، تو چرا اینقدر منو چشم برا گذاشتی؟ تا حالا کجا بودی کسافت؟ حالا شما خودتو کنترل کن دیگه. من آخه بدونی تو چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر تو بری من باید چیکار بکنم؟ من هستم، خیالت راحت. نه واقعا من باید چیکار کنم بیشور؟ ای بابا ببین، من به این نتیجه رسیدم جلوی زنی رو که طلاق بخواد نمیشه گرفت، پس به خاطر همین منم با طلاق موافقم. موافقی؟ آره خب، چون من واقعا نمیتونم باید بیام امریکا، من اینجا رو دوست دارم و چون تو خوب میدونی که من تو موقعی که دوست نداشته باشم نمیتونی از من طلاق بگیری، پس منم یه شرط دارم. چه شرطی؟ شرطم اینه که چون من همیشه سلیقه تو رو دوست داشتم و تو هم خوب میدونی که من با چه جور زنی میتونم زندگی کنم، باید قبل از طلاق خودت بری برام زن بگیری. چی؟ البته اگه واقعا قصد رفتم به امریکا و گرفتن طلاق داری، در ضمن سند اون ماشین به نام احد و ناسی نمیشه تا من زن نگیرم. خدا حافظ. کسی که خربازه میخوره پای درسش هم باید بشینه. خب من که میدونم کی این فکر رو تو سرش انداخته. به قول ماهرخ، یه سیب وقتی میندازی هوا هزار چرخ میخوره تا بیاد.
حالا بذار به موقعش حساب داییم میرسم. حالا با حالا تو چه فرقی میکنی که کی این نقشه رو کشیده باشه؟ مهم اینه که تو الان باید یه تصمیم کاملا عاقلانه بگیری. فکر اینجوری میتونن جلوی منو بگیرن نه؟ اصلا میدونی چیه؟ یه سوال خیلی مهم واسه من پیش اومده. اونم اینه که مگه تو از خودت نبود همیشه یه همچین فرصتی گیرت بیاد؟ چه فرصتی؟ یادته اون موقع گیر داده بودی به بابا که حتما میخوای بری آمریکا، بابا به هیچ وجه نمیذاشت. خودم با گوشای خودم شنیدم داشتی تلفنی با یکی از دوستات صحبت میکردی و بهش میگفتی که حالا که بابا نمیذاره منم با یه کسی ازدواج میکنم و بعدش به یه بهونه ازش طلاق میگیرم و میرم. فکر نمیکنی الان همون موقع است؟ اولش فکر میکردم چون بهزاد دوستم داره با هم میاد، اما با این وضعیت انگار خود بهزادم دارم از دست میدم. یعنی الان بهزاد انقدر برات مهم شده؟ راستشو بخوای آره. وای تو رو خدا ول کن سارا، واسه من که دیگه نمیتونی از این حرفا بزنی عزیز دلم. به خدا راست میگم، آره درسته من ازدواج کردم که طلاق بگیرم که راحت تر برم، اما به خود تو این یک سال میخوای بگی تو این یک سال واقعا خوشبخت بودی؟ آره آره، مگه خوشبختی به چی میگن ها؟ منو بهزاد تو این یک سالی که با هم ازدواج کردیم و زیر سقف بودیم تازه فهمیدیم که چقدر همدیگر دوست داریم، چقدر با هم راحتیم، چقدر همه تلاشش واسه منه. در رو واکن. میدونی چیه؟ خیلی وقتا دوست نداشتم راجع به خیلی چیزا صحبت کنم، ولی انگار چاره دیگه ای نیست. مثلا چی؟ مثلا خیلی از رازهای زمان دانشجویی. رازای زمان دانشجویی؟ مثلا چه رازی؟ پدر جون الهه قربونت برم یک کمی پاتو بده بالاتر. میگم چه رازی؟ ببین سارا من خیلی اهل باز کردن مسائل نیستم، ولی تو یه درصد، فقط یه درصد فکر کن که بهزاد ممکنه خیلی هم به خاطر مسائل عشق عاشقی نیومده باشه خواستگاریت. چی؟ با تو یه ذره بدون برتر. اما خودش میگه سال اول دانشگاه عاشق من بوده. راست میگی؟ پس چرا همون سال اول سه بار اومد خواستگاری من؟ خواستگاری تو؟ حالا بین خودمون باشه، من خیلی حوصله دردسر ندارم، حسابش هم ندارم، اصلا نمیخواد به بهزاد چیزی بگی، ولی جاله که نمرده. یه زنگ بهش بزن. بابا الهی دورت بگردم، این پا رو یه ذره بده بالا، فدات بشم. خواهد کردی پیشدادو؟ من کوبش کردم دیگه. عمرن سارا بره برای تو خواستگاری، یک حسودیه که دومی نداره خیال تخت. فقط خدا کنه که جواب بده. جواب میده، خوبم جواب میده. مثل همین پریا خانم دیگه، اونم یه مدل دیگه من کوبش کردم. چجوری؟ ورش داشتم بردمش فود کورت، یه پذیرایی مفصل ازش کردم جات خالی، خیلی بهش خوش گذشت. با هم به یه سری تفاهمات جالبم رسیدیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه سه دونگ سهمم از اینجا رو بندازم پشت قبالش. چی؟ بندازی پشت قبالش؟ آره، خیلی مهربونه، اینقدر منو دوست داره، خیلی ماهه. تازه در مورد تعداد بچه‌هامون هم به تفاهم رسیدیم. من گفتم 6 تا، اون گفت 3 تا، آخرش قرار شد 4 تا بچه داشته باشیم. چی داری میگی تو؟ بله. الو سلام، خواستم بهت بگم همین امروز از قراره با هم بریم خواستگاری. با شب کرمتو بپوش با اون پیرن صورتیه. خونه باش میام دنبالت. داییم بیاد بهتره. بالاخره تو جلسه خواستگاری بزرگترم باشه بد نیست. فعلا. ارباب! میگویم داخل سوله قیامت هست. بالاخره این گرمیجات کارساز شدن. نری نه حیوان افتاده دنبال ماده های یک یکشون رو از دم تیغ میگذرانند. چونه من؟ گمان میکنم ماه پرتخ میداشته باشیم. بیایی نظاره کن، بیایی نظاره کن. هیچ وقت فکر نمیکردم به این خفت خاری بیافتم. حالا این دختره کی هست؟ نوه پسرموی خالمه. فقط حواست باشه، تو مثلا خواهر بهزادی. بعدن که میفهمه دروغ گفتیم. دیگه حالا وا بده سارا جون. بذار اول همدیگه رو یه لایکی بزنن، اون وقت خودم یه جوری راستوریسش میکنم. اوه داره میاد، بهت زنگ میزنم. به به، چه بویی. جدیدن خیلی خوش سلیقه شدی. جام سربازی عزیز، خدمتتون عرضشم که توی مجلس خوشی جایی برای این حرف ها نیست، ولی جهت اطلاعتون بگم که بهزاد جان یه جغل بچه بود، پدر مادرش رو توی تصادف با یه تریلی از دست دادن.
له شدن زیر تنگ. آخه خود منم یه جغل بچه بودم، ولی مثل یه مرد زیر پر و بال این بچه رو گرفتم. با همون گاوداری ابوی خدا بیامرز ایشون دیگه. بله دیگه، من خودم پیش اون خدا بیامرز کار میکردم دیگه، راه و چاه کار دستم بود. له شدن مادر پدرش. باعث تأسف شد شنیدن این خبر. خدا جمعی رفتگان رو بیامرزه. انشالله که بعد از این زندگیتون همه شادی و سلامتی و اینا باشه. بسیار خوب، بهتره که بریم سر اصل مطلب. بله، عرضم به خدمتون همونجور که ماهرخ جون از طریق خالشون قبلا بهتون اطلاع داده بودن، غرض از مزاحمت خواستگاری از دختر خانومتون برای آقا داداشم هستش. چی؟ خواهش میکنم این حرفاش شما مراهمی نفهمین در خدا. مغز خرکه نخورده بگی شوهرش. فقط قبل از اینکه اصطلاحا از دختر گلم رونمایی بکنیم، یه چند تا شرط هست که اجازه بدید خدمتتون ارائه بدم. بله بفرمایید. ببینید زندگی ها خرج داره دیگه. من با به شرط اول میخوام خدمتتون بگم که دوماد من اقلا کم کم باید مایی 3-4 میلیون درآمد داشته باشه. تومن؟ نه پس قراند و تومن دیگه. یا الله خوشی نما شما واقعا ما خوشحال شدیم وقت دیدن شما. نظر ایشونه، من نظر ما عرض نکردم خدمتون که بفهمید. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم عرض کردم نظر خانومه، از نظر من خیلی هم غیر منصفانه است. چه خبره؟ من فکر میکنم ماهی 1 میلیون تومن کفایت کنه. بله والا آخه اول زندگی دوتا جوان مگه چقدر خرج دارن؟ شما آدم نازنینی هستی ها، خیلی باحالی. خواهش میکنم. آقا شرط دومتو بگو. شرط دومش البته شرط که نه، در حال این که سر سفره عقد آقای دوماد 3 دنگخونه‌شو بزنه به اسم دخترم. یا الله آقا ما با شما آبمون توی جوب نمیره، این وصلت صورت نمیگیره. ولی بابا خانم خب حق دارن ناراحت میشن بندگان خدا. جوون میخواد ازدواج کنه، ما بزرگترا نباید انقدر سنگ بزرگ جلو پاشون بندازیم. ما بزرگترا باید اجازه بدیم سنت پیغمبر توی این جامعه جاری بشه. 45 سالشه دیگه. بعد میگم آقا من واقعا نمیدونم در برابر این همه انسانیت شما چی بگم. خواهش میکنم آقا من مجذوب بزرگی شما شدم. شما خودتون یه حرفی میزنین، خودتون کوتاه میاین. آقا بشین. من واقعا به تبریک میگم، چه پدرزنی چه مادرزنی، واقعا خوشبختی رو شاختته. شما شرط سوم هم بفرمایید. البته پیش از اینکه شرط سوم مطرح شه، من ترجیح میدم که آقا بهزاد بره تو اتاق دو کلام با لیلا جون صحبت کنه، ببینیم اصلا با هم دیگه تفاهم دارن یا نه. بله حتما. آره دیگه اینکه عالیه. واسه چی اون وقت؟ واسه چی نداره دایی جون، رسمه دیگه. بابا تو فیلم هم هست، طرف میخواد یه دونه خیار بخره باید ببیندش. اینکه هلوه. آقا دست شما درد نکنه. نه من جسارت نمیکنم، من شرایط رو عرض کردم. شرایط شما واقعا هلوه. ببر تو گلو. باشو بزار جون. باشو. خب حالا این لیلا خانم شما کجا هستن؟ یعنی کجا تشریف دارن؟ بفرمایید من راهنماییتون میکنم. بفرمایید. با اجازهتون. چی خانم؟ ببخشید من سوالی داشتم. شما خانه دارین؟ شما کار داری از من بپرسم اونجا؟ دانشگاه هم میری شما؟ بار بخوره میری. به نظر من که 50%ش حله. خوب جای آوردیمون سارا جون، دستت درد نکنه. عجب هلوی، چه خیاری، خوب میوه میخرن. اتفاقا خود لیلا جانم خیلی خوب بودن، خوش زبون، مهربون، دلسوز. پس اگه اینقدر بهت چسبیده اصلا نگران نباش، چون خیلی زود دستشو میذارم تو دستت. دستشو بذار تو دستش. سارا جان یه چیزی رو فراموش کردی ها، ما خیلی متمدنانه قرار بود با این موضوع برخورد کنیم. اتفاقا منم همین کارو دارم میکنم. هر کی دیگه جای من بود میدونه چه جوری رفتار کنه. خیلی خوب، حالا اگه من خواستم خوب. خیلی خوب، ببین حالا قاطی کرده یه خورده ازش دلجویی کن. سارا جان ببین کجا داری میری؟ کجا میری؟ دارم میرم هواخوری. بهتره به جای سوار هوا خوردن یه ذره پیاده را بری و فکر کنی. فکر کنی ببینی چی شد که ما اینجاییم الان. چی شد که اینجوری شد؟ خیلی خوب. اه باز گرفت.
تر زدی تو خودت. چند دفعه گفتم آخه صدا کن منو، چرا لالمونی گرفتی تو؟ مردش رو قیافه منو ببرن. آخه بچه هات پس فردا بیان این زندگی رو ببینن که منو از این خونه اخراج میکنن، با یه دیبا منو میندازن بیرون. من با این ریخت و قیافم باید کلفتیه تو رو بکنم؟ آره الهی من قربون اون برم. چرا اینجوری میکنی؟ چرا یه ایزی لایف نمیگیری واسه این گنده؟ باید تن لشتو بکش بیا اینو جمع کن. آخه همه کارو با منو جمع کن، ما تو حسنت ندارم. چیه؟ هی بر بابا دارم حرف میزنم آخه. که چه غلطی بکنی؟ ده اگه به حرف زدم با موبایل بود که تو الان میلیاردر زمان شده بودی. بسته بابا جون. الان چی شدم؟ زیر تمیز کنه یه خربول هافافوی پیر نکبت دلم خوش پسر خاله دارم. بسته تو رو خدا، بسته. آرومتر ببینم میتونی یه کاری بکنی این چه نرقا سروق پرستاریتم بگیرن از ما قطعش بکنن. غلط کردم، از کجا میخوام بفهمن؟ آره جون خودت، از کجا میخوام بفهمن؟ بابا من این پول دلارا رو میشناسم. اینا الان تو هزار تا سوراخ سمه این خونه دوربین گذاشتن دارن منو شما رو میپان. فکری همینجوری که بابای دسته گلشو بذارم برن. آره خانومو این دیگه کیه؟ نکنه سارا اومده باشه؟ سرشو ندارم. باز که این مرتیکه چاقالیه شطور مرغیه که احتمالاً باز دسته گل آورده نکبت. آخه چند بار عجب سیریشیه بابا این. تو چرا حواست نبود اون روز که تعقیبت نکنه ها؟ چیه؟ نکنه حسودی شده؟ تازه قراره سه دنیا اونجا هم به نامم بزنه. چشه درات غلط کرده. اینجور آدم ها رو من میشناسم. اینا از ترسی که گوش نشینه توالت هم نمیرن. بعد برگره سه دنیا بده به شما. خانومو بشین تا بده. اصلا تو باغ هلو ایشون استخونه تو گلو تو خوبی بلم کن. ماهرخ ای بابا بذار این 200 تومن من از اینا بتیقم، یه عروسی برات میگیرم که همه کیفشو ببرن. اینجا خواستگاری کی؟ برای خواستگاری خوار مادرت. برو میبینم فقط من نیستم که حسادت میکنم. آره من حسودم، خیلی هم حسودم. اصلا پاره میکنم خشتک اون کسی رو که بخواد پاشو بزن اینجا واسه خواستگاری تو. در ضمن از این به بعد فقط به یه شرطی میام خواستگاری، اونم اینی که همه چی رو صاف و بوسکنده بگی. تو زن منی، چیرفم شد؟ زنی که واسه یه شوهرش اومده خواستگاری، نه چیز دیگه. این حرفا اصلا چه ربطی به من داره؟ خب معلومه که به تو ربط داره. تا قبل از اومدن تو زندگی این دوتا خیلی هم خوب بود. ببین پسر خوب، کرم از خود درخته. والا اگر سارا واقعا بهزاد و دوستاش، به حرف ما که هیچ، با حرف هزار تا آدم دیگه هم بهش پشت نمی‌کرد. من مگه چی گفتم؟ غیر از اینکه گفتم زندگی من اونجا اوکیه، کردیت دارم، وگرنه it's not difference to me. تو زنها رو نمیشناسی. اونا واسه خاطر اینکه از رفیقشون از دوستشون کم نگیرن همه کاری میکنن. میفهمی؟ یعنی چی؟ آقای محترم، آقا ما خواستگاری ما. آقا یعنی چی؟ آقا جون این چه برخوردیه؟ بله آقا، با تمام این تفاصیل ما مبلغ 20,000 دلار برای شیربه‌ها در نظر گرفتیم که شما موظفی پرداخت کنید. 20,000 دلار؟ خیلی نه؟ میگم که جناب این شیر کیه اینقدر گرونه؟ شیر شترمرغه؟ ما خودم تو کار شترمرغه ما؟ شیر شتره؟ شیر خانومه؟ چی؟ مرکی که جو علاقه حیوان؟ بذار برون! حیوان اونا! این درمو پیداتو نشه ها!
سلام علیکم. سلام علیکم. آره چون چی داری؟ خوبی مخلص شما من شما. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. به نظر من یه ویلای 400 متری هم برای این دو نفر بزه. آخه دختر من تو جای تنگ و تاریک نفسش میگیره. میگم خوبه که توی این ویلای 20 متریتون تا حالا آسم نگرفته. بفرما بیرون. آقا خیلی خوشحال شد. بفرما بیرون. آقا. بفرما بیرون. بیرون کسافتا. به نظر من که ما خودمون رو رسمن گوشتیم سر کار. این زن تو هم یه طورش میشه. حالا خوبه خودت به این نتیجه رسیدی. پس چی میگفتی این روش جواب میده؟ کف دستمو که بو نکرده بودم همسر جناب علی اینقدر کله شقه. هر زنی جای اون بود تالا از حسودی ترکیده بود. یعنی چی شوهر آدم هر شب هر شب بره خواستگاری؟ روشن فکری هم حدی داره. خب تو الان میگی تو این شرایط من چه گلی به سر بگیرم؟ اولش با خودمون گفتیم امکان نداره پاشه واسه شوهرش بره خواستگاری که دیدیم رفت. بعدش قرار گذاشتیم حالا که مرغ واسش یه پا داره چه میدونم به یه بهانه چیزی این خواستگاری‌ها رو به هم بزنیم که شاید از خر شیطون بیاد پایین. اما انگار نه انگار. به نظر من سارا هنوز احساس خطر جدی نکرده. البته حقم داره. چهار تا دختر کور و کچل و ترشیده که حسادت نداره. به نظر من باید وارد یه عملیات منکوب اساسی شد. یعنی چی؟ عجله نکن. به قول قدیمی ها دست بالا دست بسیار است. دارم واسهش. وای که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، میروی امسانه شدم میروی، میروی دیوانه شدم میروی، وای دیوانه شدم میروی، سر و سامانه شدم میروی. دی جی ظاهر پرزن. از اون ملکم در می آیا یک دانه دختر می آیا، از اون ملکم در می آیا یک دانه دختر می آیا، وای که دیوانه شدم میروی. واسه کیسای من گل از تو پارک می چیدی، حالا واسه کیسای خودت سنگ تموم می زاری. چی؟ من؟ من کی واسه کیسای تو گل از دو پارک چیدم؟ باشه آقا بهزاد، این اتفاقا باید میافتاد تا من تو رو بهتر بشناسم. ببین سارا، به قول خودت جر زنی من. مگه مهریه تو نمیخوای؟ حالا این دختره کی هست؟ یه بنده خدا. ببین اینجوری بخوای پرت و پلا بگی پام اونجا نمیذارم ها. خیلی خب بابا، دختر یکی از همکاراست. این دختر همکار شما اسم نداره؟ ناناز. ناناز؟ ناناز. اسم از این قشنگ‌تر نبود؟ البته ناناز خانوم و بهزاد جان به هم میان. سارا جان گیر نده. چند سالشونه ناناز خانوم؟ بهتره وارد یه سری از معقولات نشی، بی خیال. میگم چند سالشه؟ حدود 20. حالا باز خوبه به سن قانونی رسیدن ناناز جان. سارا جان من که دنبالش نیفتادم که. باباش پیشنهاد داد. چه بابای روشن فکری هم دارن این ناناز خانوم. اتفاقا مادرش هم استاد دانشگاه است. منو که به عنوان خواهرتو معرفی نکردین نه؟ نه خیر، اتفاقا شما رو به عنوان همسرم معرفی کردم. خیلی هم استقبال کردن. اصلا هیچ مشکلی هم نداشتم. حالا ببینیم و تعریف کنیم. بله بفرمی. خواهش میکنم این شیرینی ها رو مای دیر ناناز. ناناز جان خودش درست کرده. ناناز من کلاس آشپزی هم رفته. اگر قابل میدونستین میموندین با دستپختش هم آشنا میشدین. اسپاگتیش، بیف استروگانوفش، لازانیاش. لازانیاش جهانی. لا 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 لا. فوق العاده است لازانیاش. البته کلاس آشپزی رو بعد از کلاس زبان رفت. انگلیسی هم میخونه؟ انگلیسی رو که 3 سالگی خونده. بعد از زبان فرانسه الان داره آلمانی میخونه. اختون چه با استعداد. البته در مقابل کرامات آقا بهزاد که دخترمون چیزی تو چنته نداره. از وقتی که شنیدم آقا بهزاد ناناز جان رو انتخاب کردن، قند تو دلمون داشت آب میشد. و ای زن، از اون موقع که شنیدم آقا بهزاد با همسر گرانقدرشون تشریف میارن، هر دومون داشتیم بال در می آوردیم مثل شازده کوچولو تو 2 سانتی‌گرد. آقا بهزاد خیلی لطف کردی. خانم شما هم به ما خیلی محبت داری. ناناز جان من به این وصلت افتخار می‌کنم. خب بهتره که بریم سر اصل مطلب.
من واقعا نمیدونم از خوشحالی چی باید بگم. به خودت مسلط باش شادسی. کمکم کن نفس. من از مهریه هیچ دل خوشی ندارم. عشق. سلام بر عشق. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. عشق با پول نمیشه سنجید. همین که مرد بزرگی مثل آقا بهزاد خوشتیب ناناز جانو به کلفتی پذیرفتن و مهمتر از اون در کنار همسر گرانقدرشون قرار میده، این بزرگترین و بهترین مهریه برای من به حساب میاد. من به پاس این تشکر و به پاس این زحمات میخوام ویلای خودمو در بهترین نقطه شمال با 14 اتاق خواب، شکل ویلا دلفین، وسط پذیرایی استخر دور شیشه، جک اوزی در تمام اتاقا رو تقدیم کنم به داماد گل خودم. با این وضع هدیه من خیلی ناقابله. یک جفت ساعت تمام طلا خدمت آقا و بانوی محترم. محل عروسی همون شماله، با هواپیمای اختصاصی میان به فرودگاه رامسر و با لیموزین به محل عروسی. لباس عروس از فلورانس، شلوار داماد از نپاد، کیف و کفش عروس شانزلیزه، کمربند و کفش داماد دست با از پوست شترمرغ جوهانسبورگ آفریقای جنوبی، ماه عسل، سواحل مدیترانه. ببخشید منظورم از اصل مطلب ناراز خانم بودن. الان صداشون میکنم. شادسی، ناناز، بیت گه زیه. آه ببخشید. ناناز جان بیا پیش مهمونا لطفا. بهتر فرانسوی صداشون کنی. Je suis ناناز. Je suis en France. ناناز. بابا. 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 سالوت 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 سالوت. ای بابا گند زدی، گفتم مایه بذارین، نه انقدر که زن یارو سکته کنه. آره بینیم بابا، خام خام میخورم اتا. اسمال آقا، اسمال آقا، پول منو بده بیاد، بزنگ آژانسم بیاد ننم خونه منتظره، دیر برسم پدرمو در میارم. پول اینو بده صداشو ببر بره بابا. این میوارو ببر واسه ننت، چای مایه رهری. اسمال، این ماجرا واسه همون درد سر نشه. بچه شدی آبجی. چشم بابا کجا دارین در میری؟ بامون حال کردن میگم بیش اشارم بهش کن. همینه؟ آره بابا یه چند باری رسوندمش. خیلی خوب، تو برو دیگه، دستت درد نکنه. فقط دیوونه بازی در نیاری، میشناسیش که. احتمالاً بعد این همه خواستگاری رفتن دوباره یاد دوران دانشگاه افتادی اومدی سراغم. آره؟ از دماغت کو؟ خوبه، هنوزم بامزه ای. تو که اینقدر ادعای تریپ صداقت داری، پس چرا هیچ وقت راستشو به سارا نگفتی که عاشقم بودی؟ عاشقت بودم؟ من فقط یه بار ازت خواستگاری کردم،
اونم چون فکر میکردم که میتونم باهات زندگی خوبی داشته باشم. آها، پس کلن دنبال یه ازدواج بدون عشق بودی. خوشم میاد، منم حسابی خیتت کردم. اما انگار زیادم از اینکه اون روز خیتم کردی خوشحال نیستی؟ چرا همچین فکر بچگانه میکنی؟ چون تابلویی که داری تو زندگی من و سارا حسادت میکنی. تو تمام تلاشتو کردی که زندگی منو بریزی به هم، اما کور خوندی ماه رو خانوم. اون روزی که ازت خواستگاری کردم برگشتی گفتی نمیخوام زنی یه آدم آسمون جلتر از خودم بشم، اما یه روزی فکر نمیکردی که همون آدم آسمون جلتر از خودت میتونه یه کادوی 200 میلیونی واسه زنش بگیره. خب گیرم که اینطور باشه. که چی؟ اومدی اینجا اینا رو به من بگی؟ فقط اومدم بهت بگم من اگه شده با سارا آمریکا هم برم، تو روی آدمی مثل تو حتی نگاه هم نمیندازم. پس پاتو از زندگی من بکش بیرون. خوبه، تبریک میگم، خوب مدافع حقوق زناشوییت هستی. آره، و مطمئن باش همه چیزو دوباره برمیگردونم سر جای اولش، مخصوصا حالا که داریم پدر مادرم میشیم. به به، مبارکه، ایشالا پا قدمش خوب باشه. اما من بعید میدونم، احتمالاً این بچه بدبخت میشه یکی از همین بچه‌های طلاق. به همین خیال باش، من زندگیمو از نو میسازم اونطوری که دلم میخواد. چایدی عزیزم، تو دیگه هیچ وقت سارا جونتو نمیتونی به دست بیاری. میدونی چرا؟ واسه اینکه سارا هیچ وقت تو رو دوست نداشت. تو این یه سالم باهات زندگی کرد برای اینکه بازیگر خوبیه، واسه نقش بازی کرد، نقش آدم های عاشقو. میدونی برای چی با تو ازدواج کرد؟ واسه اینکه از دست اون بابای آمالش راحت بشه، واسه اینکه بعداً بتونه خیلی راحت طلاق بگیره بره دنبال آرزوهاش. حالا سارا خانومت واسه پرواز به سمت آرزوهاش کاری نکرده، یه جفت دیگه واسه خودش پیدا کرده. همین، باور نمی‌کنی؟ بیا ببین، بگیر ببین، ببین چه جوری زنت با این مرد غریبه توی کافی شاپ دل میده قلوه میگیره. ببین آقا جون، عرض کردم یه خورده سریع‌تر. اگه تندتر از این می‌خواستی باید هلیکوپتر می‌گرفتی. ببین شهرام جان، این حرف آخر منه. یا فردا با هم ها میشیم میریم محضر، یا هم که دیگه لطفاً هیچ وقت به من زنگ نزن. خواهش می‌کنم پری خانم یه لحظه صبر کنین. اختیار داری، شما اشتباه داری میکنید. من از خدام هر چی زودتر با شما ازدواج کنم. نکنه هنوز به من اعتماد نداری؟ باشه، پس اینجوریه من ترجیح میدم با کسی که به من اعتماد نداره اصلا ازدواج نکنم. دیگه مزاحم من نشو. عزیز دلم، شما چرا قاطی میکنی؟ قربون شکلت، من از خدام هر چی زودتر خدمت شما برسم. فقط شما ناراحت نشو. به روی چشم. خوشگله. خیلی خوب عزیزم، اول میریم محضر کار انتقال اون سدونگو انجام میدیم، بعدش هم میریم یه محضر دیگه واسه عقد مخلفات. عالی عزیزم. فدا مدا عزیزم. تلفن کن فلای. بای بای. تو کی اومدی؟ به به، عقد کنونه دیگه به سلامتی. نه دم شما گرم، واقعا خیلی با معرفتی. نمیخواستی ما رو دعوت کنی ها؟ بابا تو هم گم شو. عقد کنون کدومه؟ دارم سرشو گول میمالم. سر کیو؟ منو یا اونو ها؟ این بود؟ این بود اون دوست داشتنی که میگفتی؟ به همین راحتی دیگه؟ آره؟ همه چی رو فراموش کردی فقط به خاطر سدونگ؟ آره؟ آره، به خاطر سدونگ. همون سدونگ میتونه زندگی خودم و تمام فک و فامیلم رو زیر رو کنه. دیگه مجبور نیستم به خاطر وعده وعید و جنابان چند سال دلم رو سامون بزنم. آره تو ملکه دلایی، من سر دسته بلام. دست از سرم بردار. بهزاد چرا باور نمی کنی به خدای همون وکیل است؟ پس چرا اونجا؟ چرا تنها؟ چرا تو کافی شاپ اونم بدون اطلاع من؟ آخه چند بار توضیح بدم؟ مارخ به تو دروغ گفته. خیلی خوب، خیلی خوب، من فقط میخوام بدونم که چرا هیچ وقت به من نگفتی که به خاطر راحت شدن از دست بابات رفتن به امریکا بود که با من ازدواج کردی. یعنی تمام اون روزای خوبی که با هم داشتیم همه کشک بود؟ یعنی همش بازی بود؟ چرا بهم دروغ گفتی؟ به همون دلیلی که تو به من دروغ گفتی. تو عاشق ماهرخ بودی. به همون دلیلی که در عرض 6 ماه 3 بار رفتی خواستگاریش. به همون دلیلی که تو به خاطر پول پدر من با من ازدواج کردی. کدوم پول؟
تمام دار و ندارشه که اون مهندس شارلاتان به بهانه شراکت و کوبیدن اون هموم لعنتی و تبدیلش به پاساژ تجاری کشید بالا. اگه به خاطر پول بود که همون ماه اول باید طلاقت میدادم. بعدم سه بار نبود و یک بار بود. اونم چون فکر میکردم باهاش خوشبخت میشم که اشتباه بود. اونم مال قبل از ازدواجمون. من کی به خودم اجازه دادم بعد از ازدواجمون با یک زن غریبه برم تو کافی شاپ؟ رفتم؟ مارلون براندو میگفت زنها دو جا به مردا میخندن، یکی اون موقعی که میخوان خرشون کنن، یکی هم اون موقعی که خرشون کردن. تو دقیقا رفتی پیش همونی که من بهت گفتم؟ آره دیگه، اتفاق خیلی هم بهت سلام رسوند. یعنی واقعا؟ ای بابا، سازمان ثبت اسناد که دیگه دروغ نمیگه، رسما اعلام کردن ساختمونی به اون بزرگی هیچ ربطی به فک و فامیل صابری نداره، نه به پریا خانم صابری شما و نه به ماهرخ مشرق زاده ما. مارلون براندو در یه همچین لحظاتی هیچی نمیگفت. فکر میکنم کردن تو پاچمو. چه ستون چه پنجره جانم، چه ستون چه پنجره جج گلا خواب میشینی دوش با یه راه و چه چلی دل میگه برو برو نه بس بیا 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 سر گردانم بر سر کویم شب میبارد از سر چرا دشمن جونم شدی؟ نگاه چرا دیشه بخونم شدی؟ حالا دیگه سرمه چشم اگه بشم منو دیگه زیر چشات نمیکشی؟ حالا دیگه یه شاخ سنبول بشم منو دیگه توی خونت نمیکاری؟ چرا تو دیگه نظر به ما نمیکنی؟ چرا نگاه زیر پا نمی کنی؟ عزیزم، به نظرت 8 صبح واسه اومدن به کافی شاپ یکم زود نیست؟ نوچ، خوبی 8 صبح اینه که هم رمانتیکه هم براحتی میشه اینجا رو قروقش کرد. قروقش کرد؟ برای چی؟ برای اینکه من بهتر از قبل روخ ماه تو ببینم. شرم جون، وقت واسه این کارا زیاده، من و تو خیلی امروز کار داریم، الان باید تو نوبت دفتر خونه باشیم، اون وقت عزیزم از کله سحر اینجا نشستیم. شنیدی میگن قیافه یارو مال 7 صبح؟ آره، چطور مگه؟ قیافه تو مال 8 صبح. خب خدا رو شکر بالاخره سرکله یکی دیگه هم پیدا شد، دیگه ما تنها نیستیم. نه ترس، پسر خواهرمه، بالاخره روز عقد کنون یکی یه دونه دایش باید باشه دیگه. خیلی خوش اومدی دایی جون. سلام دایی. سلام عزیزم. پاشو زشته، معرفی میکنم عشق یکی یه دونه دایی پریا خانو. پریا؟ آره بابا این خیلی خوب، حالا وایسا دارم. این اینجا چی کار میکنه؟ یعنی چی؟
مگه تو دیشب به من اسمس ندی که اشتباه کردم غلط کردم بیا با هم آشتی کنیم ها؟ چی؟ من به تو اسمس دادم غلط کردم؟ من به گور هفت جد آبادم خندیده باشم اگه به تو اسمس دادم؟ اولا که مؤدب باش، بعدشم پای فک و فامیل وسط نکش. مگه تو همیشه ادعا نمی کردی با هیچ زن غریبه ای نمیری کافیشم ها؟ خب معلومه که نمیرم. پس این کیه؟ ماهرخ؟ یعنی بهزاد تو و ماهرخ؟ خانم اجازه بدین خواهش میکنم توهین نکنین. ایشون پریا جان هستن، همسر آینده من. پریا؟ بله. اصلا معلوم است اینجا چه خبره؟ عجله نکنین، الان خود پریا جان همشو توضیح میده. بعدشم هنوز جای یکی دیگه خالیه. جا خانم، صبح زود اومدی؟ زودم میخوای بری؟ بکش کنار آقای محترم. چی رو بکش کنار؟ فکر کردی به همین راحتیه؟ الان زنگ میزنم سعده ازش شکایت میکنم. نه شکایت لازم نیست، آخر فیلم اینجوری تموم نمیشه، یه جوری دیگه است. همه ما اینجا جمع شدیم ببینیم کی این همه مدت داشت واسه هممون نقش بازی میکرد. خوبم بازی میکرد، دست سوفیا لورن پشت بسته بود. اینکه واسه یکی ماهرخ باشی، واسه یکی پریا جون باشی، واسه یه بدبخت دیگه ایم دختر خاله عاشق پیشه، کار سختیه. دمت گرم، خوب بود. انقدر بشین به پام تا همه موهات رنگ دندونات بشه. بی لیاقت. خودی آهاناله نکن که اصلا خوشم نمیاد. اینو مارلون براندو به سوفیا لورن تو اون فیلمه میگفت. خانم محترم، این فیلمی که شما بازی کردی نسخه قدیمی سیاه‌سفید شما 20 سال پیش دیده بودیم. خیلی هم بد بازی کردی. به خدا مجبور شدم، دیگه تحمل اون زندگی رو نداشتم. همه اونایی که یه روزگاری سر سفره من بودن به همه جا رسیدن، ولی من چی؟ من به خاطر پول شدم پرستار پیرمردای خرپول داغونی که فقط زندگیم به چرخه، که فقط تو این دنیای به این بزرگی یه متر جا، یک متر جا واسه خودم داشته باشم. یه دفعه به سرم زد مثل آنجلینا جولی تو نسخه جدید همون فیلمه که میگی، منم برای دیگران نقش بازی کنم، بشم خانم بازیگر زندگی خودم. خیلی خوب خانم، عشقمو درآوردی. ببین، اما موقعی که تو فیلمتو کلید زدی من خوب دکوپاژت کردم. من خر نیستم، نقش خروازی میکردم، خوب عرعر میکردم واسهت. آقا شهرام، من آدم آبروداریم، خواهش میکنم، خواهش میکنم آبروی من رو. من گفچرونم خانوم، با گریه رام نمیشم. دن دن. اینم باز خود مارلون براندو به خود سوفیا لورن تو همون فیلم قبلیه میگفت. حتما میخوای مثل نسخه قدیمی دختره تحویل پلیس فدرال بشه بیفته تو هلوفدونی؟ نه، تو نسخه جدیدش دختره صاف میره جزیره قناری، میشینه پیش قناری ها. یعنی چی؟ یعنی شو دیگه خودت پیدا کن، ما میریم، شما میمونی و آخر فیلم که یه جوری باحال تمامش کنی ها، یه جوری که تماشاچی حال کنه.
یادم پیرمرده تو فیلم میگفت اگر به آخر خط رسیدی فرار نکن، خط تو عوض کن. من آدم فرار نیستم، اهل رفتنم نیستم، اهل اومدنم، فقط خستم، خیلی خستم. با خودمون عهد کردیم اگه فرار کردی و ما رو پیچوندی تحویل پلیس فدرال بدیمت، ولی نه، اگه موندی و قصه رو عوض کردی به جای اینکه کلفت خونه این و اونشی خانوم خونه دل من شی. حال کردین چجوری منکوبش کردم؟ اولین سومانه ما اصل این دوتا خوشتیب بکنیم تا بقیهش رو بریم واسه جوجه کشی. بیا بینم ظاهر بودو ماشالله. بابا یه سفارش نکنم، میخوام تا برگردم 200 تا تخم اینو منکوب کنیم. برای چشمم آقا. آفرین، مراقب خودت باش. خوش بگذر. خدا روز خانمم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دست گل لاله زار ملا محمد جان، دست گل لاله زار ملا محمد جان. زندگی شیرینه، حرفات به دلم میشینه. بسن شما فقط غذاتون بخورم، دوست دارم با هم دیگه بریم. بای من چه نیادم رفت، تو فقط نوک دماغتون ببین کنی دود و آلودگی و نویز مخرب که قراره تو این شهر پر از بکردی همه چی همینجوری میمینی. نویز مخرب که باید توی شهر برست نویز مخربه ماهوارهای کن که قرار توی شهر من با تو هم نفس میشم. گرگه دارم، هیچ وقت دوست نداشتم خیلی از مسائلو به زبون بیارم، ولی انگار چاره دیگه نیست. مثلا چی؟ مثلا خیلی از هیچ وقت دوست نداشتم خیلی از مسائلو باز کنم، ولی انگار چاره دیگه ای نیست. مثلا چی؟ گیز کفانو بخوشم. هیچ وقت دوست نداشتم خیلی از مسائلو به زبون بیارم، ولی انگار چاره دیگه ای نیست. قربونت برم بابا جون. ببینید چند تا چیز هست که الان خدمتون کاک باید بدیم. داریم میگیریم؟ نه بگم تمرینه. من 20 بار به شما تذکر دادم اینقدر سنگ جلو ازدواج این جوانا ننداز. جلو پای این جوانا شرایطی شما واقعا هلوه. بیبر تو گلو باشو بذار جون باشو. خب حالا این بله خانم قرار ما این بود که کاملا متمدنانه با این موضوع برخورد کنیم. اتفاقا من خیلی متمدنانه رفتار کردم. آره مردانه هی مردونه. اصلا پاره میکنم خشتک اون کسی رو که بخواد پاشه بذاره اینجا واسه خواستگاری تو. آقا یاشف افتاد ببخشید. اصلا پاره میکنم خشتک اون کسی رو که بخواد بیان جا 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 بگنه it's not supposed to be چون تابلوی که داری تو زندگی من و سارا حسادت میکنی. اشتباه گفتم.
اما کور خوندی، کور خوندی ماه رو خانم. اون روزی که ازت عیشت، اما کور خوندی ماه رو خانم. اون روزی که ازت خواستگاری کردم برگشتی گفتی نمیخوام زن یک آدمی آسمون جالتر از خودت بشه، عیشت، اما کور خوندی ماه رو خانم. اون روزی که ازت خواستگاری کردم برگشتی بهم گفتی نمیخوام ببخشید قفت کرد آقای مارلون براندو میگفت زنها دو جا به آدم میخندن، یکی اون موقع که میخوان خرشون کنن، به آدم نه به مردا. مارلون براندو میگفت زنها دو جا یه بار مگه سازمان ثبت و اسناد دروغ داره بگه؟ ببخشید سازمان اسناد که ای بابا ساز نه به پری خانم صابریه، نه به پری خانم صابری شما و نه به بعد از ازدواجم من با کدوم زن رفتم بیرون؟ با کدوم زن رفتم من اصلا دلم میخواد بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی که به خاطر راحت شدن از دست بابات بود؟ من اصلا میخوام بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی به خاطر راحت شدن از دست بابات بود رفتم به امریکا؟ من اصلا میخوام بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی به خاطر رفتن از من اصلا میخوام بدونم که چرا هیچ وقت به من نگفتی به خاطر راحت شدن از دست بابات بود رفتن من اصلا میخوام بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی که به خاطر راحت شدن از من اصلا میخوام بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی که به خاطر راحت شدن از دست بابات بود رفتم بوده چرا اینجا آره من اصلا میخوام بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی به خاطر راحت شدن از دست من اصلا میخوام بدونم چرا هیچ وقت به من نگفتی که به خاطر راحت شدن از دست بابات بود بعد از ازدواجم کی به خود اونم تو کود عزیزم به نظرت بعدشم ببخشید صاف پیش قناری ها اونجا جیک جیک میکنه نمیدونم یادم پیره مرده تو فیلم میگفت اگر با آخر رخ یادم پیره مرده آخر فیلم میگفت آه چرا آخر فیلم پس بالاخره محکوم شد